به بخش اقتصادی خوش آمدید. با شروع ماه مبارک رمضان قیمت مواد خوراکی در بازار هرات به گونه سرسام آور بلند رفته است. باشندگان این ولایت از مسئولان مربوطه میخواهند که قیمت ها را کنترل کنند. فعالان مدنی هم به این باورند که در وضعیت کنونی نیاز است تا دولت وارد بازار شود. با این حال مسئولان محلی میگویند در این زمینه کمیسیون مشترکی تشکیل شده و نرخ مواد خوراکی را در بازار کنترل خواهند کرد. به این گزارش توجه کنید. با شروع ماه مبارک رمضان قیمت ها در بازار به یک بارگی افزایش پیدا کرده است. معمولا قیمت ها روی مواد خوراکی بیشتر تأثیر می گذارد. این افزایش قیمت در بازار مواد غذایی هرات همه ساله این گونه است. باشندگان هرات هم نسبت به نبود کنترل و نظارت از سوی دولت در بازار انتقاد می کنند. برخی دکانداران اما انگشت انتقاد را طرف تجار وارد کننده مواد غذایی بلند می کنند. خیلی قیمت ها بالا میره. با خوش این ماه مبارک رمضان که مردم بزی فکرن که باید که رم و تجارا کمی ولی مردم بیشتر بیایه. نه همون قیمت ها اینو بالاتر میره نه که پایین تر بیایه. برای اینجا میخریدیم بازار پینجری به حال برسیده به 12 سن. اون برای اینجا که خوردینی با غریب کارا میخوره. همینه. زیادتر به دست نمی خودمی تاجرهای. همین روزا آرد 70-80 رو بالا بردم. روغن بالا بردم. میزنم اگه این پولی که زکات به مردم غریب میدم پس از اون پول مردم غریب پس بیرون کنند. فکر کنم عامل امینه. این افزایش قیمت مواد خوراکی در بازار هرات همچنان مورد انتقاد فرهنگیان و فعالان مدنی قرار گرفته است. آنها میگویند در شرایط کنونی نظام بازار آزاد ضربه جدی را به اقتصاد خانواده ها زده است. بنابراین نیاز است تا حکومت در زمینه کنترل جدی داشته باشد و نگذارد که دکانداران دست به گرانفروشی بزنند. آسیب های این بازار آزاد امروزه و رقابت های ناسالم برای 10 سال بعد شما از طریق بروز امراض بسیار واگیر، بروز امراض بسیار کشنده شما به ماتم ملی خواهد شیشتین. هیچ توجه دولت مردان ما در قسمت افزایش قیمت ها ندارن و شرایط اقتصادی و شرایط کاری هم روز بروز میفهمیم که شما مشکل تر میشه. با این حال مسئولان محلی میگویند کمیسیون مشترک در زمینه نظارت از بازار در این ولایت تشکیل شده است. سخنگوی والی هرات میگوید اداره محلی از تمام اصناف، پیشه‌وران و به ویژه تجار خواسته است که در ماه رمضان انصاف داشته باشند. جیلانی فرهاد گفته آنها همچنان نخواهند گذاشت که برخی افراد در ماه مبارک رمضان سوء استفاده کرده دست به گرانفروشی بزنند. ما در نظر داریم در روزهای آینده نشستی را با حضور تجار، اصناف، کسب‌وکاران، اتحادیه پیشه‌وران داشته باشیم تا در جریان از این نشست چگونگی راه‌های کاهش نرخ و نوها در شهر مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. معمولا در ماه رمضان هر سال قیمت مواد خوراکی دوچند بالا می رود. این روند همواره باشندگان این ولایت را آزار داده است. اما نظام بازار آزاد از یک طرف دست حکومت را در کنترل و نظارت بسته کرده و از طرف دیگر ضربه جدی را به اقتصاد خانواده ها وارد نموده است.